من خواهم به یه درجه مشترک برسیم. ما نیازمند تأمین مواد اولیه کارخونه‌ها هستیم. اگر ما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه رو نتونیم تأمین ارز بکنیم، با یه بیکاری گسترده‌ای در آینده روبرو خواهیم شد. از طرف دیگه ما نیاز داریم که دارو و تجهیزات پزشکیمون به علت اینکه خروج از جیب بیمار به تعبیر اتاق پاکت بیمار افزایش پیدا نکنه، باز ما باید تأمین بکنیم. وگرنه این کسی که بیمار میشه نمیتونه از این های گزافش اصلا بری میکنه در مورد. این اتفاقی بود که تا قبل از 92 بسیار رخ میداد و ما سعی کردیم که خب با این تأمین ارز با قیمت مناسب اینو جواب بدیم. از یه طرف دیگه ما نمیخوایم تورم به اندازه بالا بره که کالاهای اساسی دست مردم نرسن. ما همه اینها رو باید همزمان با هم اداره بکنیم و بتونیم بخش کشاورزی رو برای کشاورز ارزان‌تر در بیاریم تولیداتش رو. شما حتی شاید تصور نکنید که مرغ که به ذهن همه میاد که یک کالای 100% تولید در داخل میتونه مثلا یک گوشت تولید در داخل هست، بیش از 80% وابسته به ارزه. اون فکر میکنم نزدیک 20%ش مال دستمزد هست و مثلا تجهیزات داخلی هست و مثلا حالا اجاره و ملک باشه، بقیهش متکی به ارزه. ببینید ما تو این شرایط داریم تصمیم میگیریم، شرایطی که ایالات متحده آمریکا حتی کوچکترین مدخل ورود ارز به کشور رو هم داره کنترل میکنه و متاسفانه این هژمونی ظالمانه در دنیا هست و این قصه غم‌انگیز ظالمانه هژمونی ظالمانه آمریکا و عرصه اقتصادی دنیا قصه غم‌انگیزی هست. از واقعیتی وجود داره که اروپایی ها از کشورهای دیگه هم حتی کشورهای همسایه هم نگران این هژمونی هستن و بعضا نمیتونن که دلشون میخواد رفتار بکنن. با این وصف ما سعی کردیم که صادراتمون رو افزایش بدیم. یعنی اینا هم میخوام در یک بسته کامل دیده بشه. بتونیم از طریق گسترش صادراتمون کالاهای خودمون رو وارد بکنیم. این یک استراتژی بوده ما اتخاذ کردیم. و در این زمینه هم ادامه تداوم همه عرصه ها با عرض 4200 تومان هم امکان پذیر نیست. ما به سمت اولویت میگیم. میگیم حالا اولویت‌های ما الان در کجا میتونه قرار بگیره. در این اولویت‌گذاری‌ها باز آنچه که مد نظر ما هست عدم افزایش قیمت هست، مطمئناً در این زمینه وجود داره. اگر یکی دو قدم کالا حذف شدن چرا در موقع خودش اعلام نمیشه؟ برای اینکه با عرض 4200 تومان چند سال گرفتن و در انبارها موجوده. ما باید اون عرضه‌هایی که در انبار موجوده به بازار بیاد، چون اون خریدها با اون عرضه انجام شده. اگر برخی از تصمیمات دیر اعلام میشه این به خاطر این فاصله است که یه دفعه همون کالایی هم که با همون عرضه اومده به یک افزایش قیمت زیادی باز روبرو میشه. با شروع فصل برداشت از تیر ماه حبوبات داخلیمون وارد بازار میشه، بازار متعادل میشه. من دیروز با ما در سیابانی مفصل توی زمینه برهاشی دولت بحث داشتیم با هم. الان بین فصلی است و ما با حبوبات وارداتی تعمیم کردیم. خب به علت افزایش قیمت ارزم میخورده این حبوبات به چهار دستخوش تبریز شد. برها در حبوبات بین 20-60% کشور وابسته است. یکی از سیاست ما کشت حبوبات خواهد بود حتما در آینده. بنابراین با هم هم نظر بشیم. دوران به دست اومدن ارز 700 میلیاردی دیگه نیست. ما هنرمون در این بوده که با تحریم و شرایط های فعلی که تلخ‌ترین تحریم رو داریم بتونیم مدیریت بکنیم و باز هم تورم قابل پذیرش برای ما نیست. چه تو خودروش قابل پذیرش نیست. خوشبختانه کمیته های سگانه خودرو دارن کارکرداشون خوب داره جلو میره و ما قطعا تحمل نمی کنیم با سوداگری و با افزایش قیمت و اوضاع. در سایر اوضاع هم همینطور. در حبوباتی که جناب عالی هم فرمودید با تولیدات داخلی تا حدی قیمت ها متعادل خواهد شد.